سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 12 ماه اسد سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با دوم ماه آگوست سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. خواست اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری برای به تعلیق در آمدن کار وزیر مالیه. کشته شدن 5 انتحار کننده در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در کابل و اوجگیری خشونت ها برای بار دیگر در پایتخت سوریه. مشروع خبرها. اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری خواهان به تعلیق در آوردن کار وزیر مالیه سوی رئیس جمهور تا پایان بررسی ها درباره حساب های بانکی او شده است. با آنکه وزیر مالیه می گوید که تمامی پول ها و جایدادهایش در جدول ثبت دارایی ها ثبت هستند، اما این اداره می گوید که این پول ها در جدول ثبت دارایی های وزیر مالیه وجود ندارند، در حالی که در میان پول های واریز شده به حساب های بانکی آقای زاخیلوال 200,000 دلار از سوی صافی لندمارک واریز شده است. با آقای زاخیلوال این موضوع را رد نمی کند، اما مالک صافی لندمارک فرستادن پول را به حساب شخصی آقای زاخیلوال نمی پذیرد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. واریز شدن بیش از 1,080,000 دلار در 5 سال گذشته از منابع غیر حکومتی به گونه غیر مستقیم به حساب های بانکی حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور سر و صداهایی را برانگیخته است. اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری از دستبردها در قراردادهای وزارت مالیه نیز سخن میزند و خواهان به تعلیق در آوردن کار وزیر مالیه از سوی رئیس جمهور تا پایان بررسی ها در این باره شده است. این موضوعات است که باید ما بررسی کنیم. او رختی بررسی کرده میتونیم که اینا در رس دایر نباشن و بالا تعلیق باشه تا مسئله از اینا صاف شود. این پیشنهاد ما خواهد بود. تنها او نیست. از چند نفر دیگر هم من حضور رئیس پیشنهاد میکنم که باید ما بررسی کنیم برزی که از سال هاست که این دوسیه دور میخوره و باید بالاخره به نتیجه برسه. در حالی که وزیر مالیه به داشتن یک خانه در تایمنی و دو باغ بزرگ در قرغه و پغمان اعتراف می کند و می گوید که این جایدادها را از پولهای شخصی خودش خریده است. بهترین باغ مدارم در قرغه در 2003 ما خریدیم را. اصلا حکومت نبودیم. ارزش خیلی خوب زیاد ارزش دارن. داخل وال صاحب باغ شد. خوب شد. پول پیدا کردم کشور سرمایه گذاری کردم. شما برین در پغمان بهترین باغ دارم. از پول خود خریدیم. اما اداره مبارزه با فساد اداری در این باره چنین میگوید. بر ما وزیر سب مالیه پیش روی رئیس جمهور گفت که یک خانه ما در تایمنی دارم. پیش روی رئیس جمهور که اونجا آقای اسپنتان این حضور داشتن. ولی آوازه هست، آوازه است من میگم که یک خانه در پغمان دارن، دو خانه به جلال آباد دارن، یک خانه دیگه من فهم به قرقه دارن. این چیزایی است که مال چند وقت پیش اینا رو به ریاست امنیت محترم ملی نوشته کردم که اگه بررسی کنن که این سند که نشان دهنده حساب بانکی آقای زاخیلوال در بانک الفلا از ماه جنوری سال 2007 میلادی است نشان می دهد که در آن زمان تنها 50,000 دلار در حساب بانکیش داشت، اما دیده می شود که حساب بانکی آقای زاخیلوال در چند ماه به گونه شتاب زده افزایش یافته است که در کنار اشخاص پولهای انگفته اعضای شرکتهای خصوصی به حساب بانکی آقای زاخیلوال واریز شدند. از این میان تنها صافی لندمارک در ماه اگست سال 2009 میلادی 200,000 دلار به حساب شخصی آقای زاخیلوال فرستاده است که در آن هنگام نیز آقای زاخیلوال وزیر مالیه بود. هرچند وزیر مالیه واریز شدن این پولها را به حساب بانکیش رد نمی کند، اما مالک صافی لندمارک ریختن پول را به حساب شخصی آقای زاخیلوال نمی پذیرد. بینوان خود زاخیلوال که ما معلومات داشته باشم در کنیشه که ما پایته به خود زیر آن کردیم این معلومات ما نداشتم و از اوقات ما در حالی که رئیس جمهور کرزی همواره تاکید می‌ورزد که هیچ کسی نباید پولهایش را به بیرون از کشور انتقال دهد، در این گزارش به سند دیگری درباره حساب‌های بانکی آقای زاخیلوال از استاندارد چارتر بانک دست یافتیم که این سند اندازه و علت بیرون کشیدن پولهای وی را از افغانستان به بیرون از کشور نشان می‌دهد. حضرت عمر زاخیلوال در ماه جون سال 2007 میلادی
$50,000 را به بیرون از کشور انتقال داده است و نیز دو ماه بعد از آن در ماه جولای سال 2007 $100,000 را برای خرید یک خانه به واشنگتن میچوال بانک کانادا انتقال داده است. یک ماه بعد درست به همین بانک $50,000 دیگر نیز برای خرید یک خانه دیگر فرستاده است. اما در ماه می سال 2008 میلادی $50,000 را نخست به حساب بانکیش در چارتر بانک و پس از آن به گونه شتاب زده و در همان روز به حساب بانکیش در رایل بانک کانادا انتقال داده است. در ماه اکتبر سال 2008 میلادی نیز $70,000 را به خواهرش ملاله زاخیلوال برای خرید خانه به کانادا فرستاده است. از سوی هم بر بنیاد این سند چارتر بانک سرانجام در سال 2009 میلادی $67,000 را به حساب بانکیش در رایل بانک کانادا انتقال داده است. در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در کابل 5 مرد انتحار کننده کشته شدند. این مردان که میخواستند امروز در بخشهایی از پایتخت حمله های انتحاری انجام دهند در حدود 3 ساعت با نیروهای امنیت ملی درگیر شدند و در همین درگیری کشته شدند. مردان انتحاری از چند روز پیش در یک خانه در منطقه بودخاک ولسوالی بگرامی کابل خودشان را جابجا کرده بودند و جنگ افزارهای زیاد نیز داشتند. ولی آریان گزارش میدهد. نیروهای امنیتی ملی نیمه‌های دیشب عملیاتی را برای نابودسازی مردان مهاجم انتحاری در منطقه بودخاک ولسوالی بگرامی کابل برا انداختند. در محل عملیات نیروهای ارتش، پلیس و نیروهای آمریکایی هم آمدند، اما نیروهای امنیتی ملی به تنهایی این عملیات را به پیش بردند. این عملیات چندین ساعت به درازا کشید و مردان مهاجم با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گروهی از مردان مهاجم انتحار کننده که میخواستند بر بخشهایی از کابل حملاتشان را انجام دهند درست در همین خانه خودشان را جابجا کرده بودند و از همینجا حملاتشان را سازماندهی میکردند، اما در یک عملیات نیروهای امنیتی ملی از پا درآورده شدند. هم واسکت های انفجاری داشتند و هم مواد منفجری زیاد به خود داشتند و هم وسایلی مملو از مواد انفجاری داشتند که میخواستند که به عملیات توریستی که چندین هدف در داخل کابل مشخص کرده بودند نگهی دار عملات خود آغاز بکنند که خوشبختانه اینا از بین رفتن و خونسا شدند. در این رویداد سه مرد انتحاری مواد همراهشان را منفجر ساختند و دو تن دیگر آنان را نیروهای امنیتی ملی از پا درآوردند. نیروهای امنیتی ادعا می کنند که مردان انتحاری این خانه را از چند روز پیش به کرایه گرفته بودند. جنگ افزارها و مواد انفجاری مردان مهاجم. مواد انفجاری در همین بوشکه ها و بوری ها جابجا شدند. به نظر می رسد که این مردان می خواستند چندین بخش کابل را آماج قرار دهند. تحریکات دشمن نظر و کنترل امنیت ملی قرار داشت. دشمن می خواست امروز به سی اراده متحد با استفاده از چادری در سه نقطه شهر کابل عملیات انتحاری را انجام دهد. در این عملیات به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده است. این موترها از انتحار کنندگان هستند، چنان که نیروهای امنیتی میگویند مواد انفجاری زیادی در این موترها جابجا شده بود. حمله های مسلحانه انتحار کنندگان در کشور بی پیشینه نیست. پیش از این هم آنان در بخش های گوناگون کشور به ویژه در پایتخت حمله های زنجیره ای انجام دادند. رئیس جمهور روسیه بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان نگران کننده می‌داند. وی با انتقاد از راهبرد بیرون شدن نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 از افغانستان می‌گوید که نیروهای ناتو تا پایان درست مأموریت این پیمان باید در افغانستان بمانند تا امنیت در این کشور تامین شود. از سوی هم در واکنش به باز شدن یک پایگاه ناتو در شهر اولیانوفسک که روسیه صدها تن دست به تظاهرات زدند. رفی صدیقی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور روسیه هرچند پیمان ناتو را یک یادگار جنگ سرد می داند، اما می گوید که روسیه مجبور است تا برای امنیت ملیش با مأموریت پیمان ناتو در افغانستان همکاری کند و یک بار دیگر نگرانی کرملین را از خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان ابراز می کند و می افزاید که اگر به بحران افغانستان به گونه جدی رسیدگی نشود، کشورهای آسیای میانه نیز با تهدیدهای جدی ایراس افغانی و قاچاق مواد مخدر روبرو خواهند شد.
اگر نظم و ثبات در افغانستان نباشد، مرزهای جنوبی ما نیز آرام نخواهند بود. رهبری کنونی افغانستان پس از سال 2014 برای کنترل اوضاع این کشور با دشواری ها روبرو خواهد بود. کشورهای عضو ناتو همکنون در این کشور حضور دارند و وظیفهشان را انجام می دهند. روسیه می خواهد تا در این جنگ با ناتو همکاری کند، زیرا روسیه نمی تواند در افغانستان درگیر فعالیت های نظامی باشد. وی می افزاید که روسیه نیز از جنگ در افغانستان یک تجربه تلخ دارد و این کشور از فرستادن سرباز برای کمک به ماموریت ناتو خودداری کرده است، اما به ناتو اجازه داده است تا از راه روسیه سربازانش را در افغانستان اکمال نماید. در همین حال صدها تن از باشندگان شهر اولیانوفسک روسیه در اعتراض به باز شدن یک پایگاه لوجستیکی ناتو در این شهر دست به اعتراضات زدند. اگر حکومت می تواند برای ما ثابت کند که این پایگاه ناتو تنها برای انتقال مواد غیر نظامی به کار گرفته می شود، ما مخالفت نخواهیم کرد. اما مشکل این است که حکومت روسیه در این باره جزئیات نمی دهد. من می ترسم که این پایگاه زمینه را برای ورود مواد مخدر و جنگ افزارهای غیر قانونی به روسیه فراهم خواهد ساخت. همزمان با این، سازمانهای جاسوسی نیز ما را تهدید خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه تاکید می ورزد و این متاسف است که همه اعضای ناتو و آیسف اکنون درباره چگونگی بیرون کردن نیروهایشان از افغانستان فکر می کنند. اما آنان باید فراموش نکنند که تکمیل ماموریتشان در افغانستان یک نیاز جدی است. سوی هم گروه از سناتوران مجلس سنای ایالات متحده آمریکا پشتیبانیشان را از توافقنامه راهبردی کابل واشنگتن اعلام کردند. این سناتوران پشتیبانی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا را از این توافقنامه بسیار با اهمیت می‌دانند و تاکید می‌ورزند که یگانه راه آمدن صلح و ثبات در افغانستان حضور درازمدت نیروهای آمریکایی در منطقه است. بر بنیاد گفته های این سناتوران، جمهوری خواه و دموکرات مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، عملی شدن این توافقنامه بدترین کابوس برای طالبان و شبکه القاعده است. راتب نوری گزارش می‌دهد. توافقنامه راهبردی کابل واشنگتن 3 ماه پیش از سوی رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و افغانستان امضا شد و در حدود 1 ماه می شود که این توافقنامه عملا اجرا می شود. به تازگی شماری از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی با صدور قطعنامه ی توافقنامه راهبردی کابل واشنگتن پشتیبانی کردند. در این قطعنامه بر پشتیبانی واشنگتن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان، به ویژه بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و نیز بر مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد اداری در نهادهای دولتی تاکید شده است. ما به متحدان افغان خودمان و نیز به همسایگان منطقه‌ای افغانستان و کسانی که به دنبال بی‌ثبات ساختن افغانستان هستند میگوییم که پس از واگذاری تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان، باز هم حضور ما در این کشور پایان نخواهد یافت. این سناتوران تاکید می‌ورزند که یگانه تضمین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا وابسته به تعهد درازمدت واشنگتن در کار تأمین امنیت در افغانستان است. در بخش از قطعنامه‌ای که این سناتوران آمریکایی صادر کردند، از حکومت افغانستان خواسته شده است تا بر تعهدات خودش در نشست توکیو و نشست‌های دیگر عمل کند. این توافقنامه بدترین کابوس برای طالبان و شبکه القاعده است، زیرا در این پیمان بر دنبال کردن هراس افغانان و نیرومند ساختن نیروهای امنیتی افغان تاکید شده است تا این نیروها هرگز اجازه ندهند که هراس افغانان در این کشور پناهگاه بسازند. اگر این توافقنامه به گونه درست اجرا شود، یک منبع ثبات در منطقه خواهد بود و این اطمینان به دست خواهد آمد که افغانستان هرگز بار دیگر در تاریکی ها فرو نخواهد رفت. سناتور کارل لیون رئیس کمیته امور دفاعی، سناتور جان مکن عضو کمیته امور دفاعی، سناتور جان کیری رئیس کمیته روابط خارجی، رئیس کمیته امور استخبارات، رئیس کمیته امنیت ملی و امور حکومتی و چندین سناتور دیگر مجلس سنای ایالات متحده آمریکا از حامیان این قطعنامه هستند. در پایین هم طالبان در ایران دفتر باز کردند. وال استریت جورنال در این باره می نویسد که حکومت ایران برای افزایش همکاری هایش با گروه طالبان افغان به این گروه اجازه داده است تا در شرق ایران دفتر باز کنند. در این روزنامه از زبان مقام های بلندپای افغان و غربی نوشته است که ایران چگونگی دادن موشک های از زمین به هوا را به طالبان نیز به بررسی گرفته است. در همین حال سفارت ایران در کابل و یک مقام پیشین طالبان این گزارش را رد می کنند.
شهلا مرتضایی گزارش می‌دهد. با گزارش تازه روزنامه وال استریت ژورنال، مقام‌های ائتلاف جهانی در افغانستان واگذاری احتمالی موشک‌ها از سوی ایران به طالبان را به عنوان یک برنامه‌ریزی احتمالی ایران برای پاسخگویی به حمله احتمالی اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران می‌دانند. این مقام‌ها می‌گویند که در صورت رویارویی تهران با غرب، چندین پایگاه آمریکا در افغانستان نیز از سوی ایران آماج قرار خواهند گرفت. ایرانیان همچنان به ارائه کمک و آموزش شورشیان افغان در ایران به گروه های همچون طالبان همکاریش را ادامه می دهد. اما از دادن زره‌پوش‌ها و ماین ها که به گونه گسترده از سوی شورشیان در عراق بر ضد نیروهای آمریکایی استفاده می شدند دوری می گزینند. در همین حال سفارت ایران در کابل با رد این گزارش می گوید که انگلیسی ها با این گزارش هایشان می خواهند که افکار عمومی را منحرف سازند. من پیشنهاد میدم انگلیسی ها به جای این گونه اتهامات به کشورهای منطقه و دیگران پاسخگوی افشاگری های معاملات پنهانیشان با طالبان در اسلام قلعه، جابجایی طالبان با هلیکوپترهای انگلیسی از جنوب شمال، مذاکرات پنهانی اونا با این گروه و حمایت انگلیسی ها از تولید و کشت کوکنار و ترانزیت مواد مخدر در همکاری با طالبان باشند. از سوی هم سید اکبر آقا یکی از فرماندهان پیشین طالبان ایجاد دفتر طالبان را در ایران رد می کند. در ایت امکان نلیدی، در پر طول حضور بنی امکان نلیدی، در پر دیلی از بنی چه گواندی و دونه پر ملکی در خلگو پر دغا بنی پر ملکی لاس بید افغانستان پر ملکی او کچی دی طالبان در غوصر ملگیری سی علت دفتر واس که نو طالبان هم خلق توریی و تورنکیی پر دی بندی در امکان و تلی خبره در زر دوم در زمان شخصی نظر داری چی در امکان نلیدی. روزنامه وال استریت ژورنال می نگارد که ایران پس از آن در جستجوی گسترش همکاری با طالبان شد که با تلاش‌های فراوان موفق نشد تا جلو امضای پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن را بگیرد، پیمانی که به حضور درازمدت نظامی آمریکا در این کشور اجازه می‌دهد.